با عرض درود و ادب خدمت شما هموطنان عزیز و ارجمند و آگاه، امروز روز سوم اسفند است، روز ظهور رضا شاه کبیر، رضا شاهی که بساط خرافه این دین فروشانی را که این روزها مملکت ما را به سیه روزی انداختند، در آن روزگار، در روزگاران بعد از قاجار که به طور غیر مستقیم این آخوندها حاکم بر سراسر ایران بودند، در هم پیچید، تا جایی که آخوندها به سوی سفارت انگلستان در تهران، یعنی به سوی خانه اربابشان حرکت کردند تا از رضا شاه شکایت کنند و فئودال‌ها، خانها در گوشه و کنار آخوندها را تحریک میکردند، تطمیع میکردند که بساط رضا شاه را جمع کنند، چرا که میدانستند رضا شاه همانقدر که مخالف آخوندبازی است، مخالف خانخانبازی هایی هم که در آن روزگار مطرح بود میباشد. افسوس که به او مهلت ندادند، مردی که طی 16 سال ایران باقی مانده در قرن 15-16 میلادی را به متن قرن 20 رساند باقی بماند. سرانجام همان انگلیس ها که آخوندها می رفتند آنجا اعتصاب می کردند، در یک حرکت غیر قانونی، غیر اخلاقی، خلاف مقررات بین المللی، با سوء استفاده از جنگ جهانی دوم رضا شاه را بردن. کاش فرزند برومندش نیز همان راه و روش پدر را ادامه میداد و همچنان به جمع کردن بساط خرافه و عرض کنم که این نوع بازی هایی که امروز حاکم بر ایران است خاتمه میبخشید. بعد از این مقدمه کوتاه که ضروری بود به مناسبت سوم اسفند، خدمتتون عرض میکنم که هر روز از آن کشور به بند گرفتار آمده خبر تازه میرسد. العربیه اعلام میکند که عده‌ای در لرستان ایران که ما معتقد بودیم که لرها و هستیم که لرها، از همان نسل دوران هخامنشی هستند، یعنی ایرانی های اصیلند، شورای را به وجود آوردند به عنوان شورای آزادی لرستان، به تبعیت از حزب دموکرات کردستان که خواهان جدایی کردستان از ایران است. لرها نیز کشوری به نام شال را اعلام کردن، یعنی شورای آزادی لرستان. خب تن آدمی می لرزد. این ظلم ملی که کردها و لرها از آن نام می برند و هر کدام دنبال این هستند که یک کشور مستقل به وجود بیاورند به نام کشور لرستان. تصورش را بکنید، این نقشه جغرافیایی را جلوی خودتان بگذارید و ببینید که کشور مستقل لرستان اصلا چه معنا و مفهومی میتواند پیدا کند. لرستان میخواهد چه کند؟ لرستان به قول این خائنین به وطن آزاد، اون وقت در پی این هستند این روزها که پرچم لرستان درست کنند، که قانون اساسی لرستان درست کنند. این در شرایطی است که آقای عارف، عضو تشخیص مصلحت نظام، همان حرفی را میزند که ما بارها و بارها تکرار کرده ایم و گفته ایم و ما را به عنوان طاغوتیان فراری نام بردند و حکم مرگمان را صادر کردند، خانه و زندگی پدری ما را مصادره کردند. گفته است که فضای ایران، فضای امنیتی،
اطلاعاتی و نظامی است و مادام اینو عضو تشخیص مصلحت نظام گفته است که اگر گوش شنوایی باشد، چون اینها مصلحت نظام را میدانند به ظن خودشون، حداقل باید به حرف این عضو مصلحت شورای مصلحت نظام گوش فرا دهند. میگوید مملکت مملکتی است اطلاعاتی امنیتی نظامی. معنای دیگرش این است که هر کسی نفس بخواهد بکشد، هوای آزاد، در هوای آزاد بخواهد تنفس کند، او را میگیرند، او را میکشند، او را به زندان میبرند، او را شکنجه میکنند. و اضافه میکند که در چنین فضایی انتخابات معنا و مفهومی ندارد. و درست میگوید در یک مملکتی که این چنین است و از آن که عضو شورای مصلحت نظام هم فریادش به آسمان میرود، چگونه میتوان باور کرد که انتخابات ریاست جمهوری آزاد برگزار شود؟ چگونه میتوان باور کرد که به رأی مردم اهمیت بدهند، آرای مردم را به حساب آورند، صندوقهای رأی را عوض نکنند و سرانجام کسی را که برگزیده رهبر است در بیت رهبری، شاید با انداختن تسبیح و شاید با مشاوره با اطرافیانی که جز چاپلوسی برای او کاری ندارند، یک نفر را انتخاب بکنند، همان از صندوق به اصطلاح انتخابات بیرون نیاید به عنوان اینکه مردم به او رأی دادند. شرایط بسیار اسفناک است. همین امروز روزنامه بهار که در داخل کشور منتشر می شود اعلام کرده است که پول چینی و پول روسی جانشین ارز دلار می شود در داخل ایران و اضافه می کند که ایران به صورت یک استان کشور چین در آمده است و تمام صنایع داخلی و تولید کنندگان داخلی را از میان برده، برای اینکه آنقدر اجناس بنجل چینی ظاهراً زیر قیمت تولید کنندگان داخلی به بازارهای ایران وارد می شود. چه باید کرد؟ چه باید کرد در حالی که می شنویم که پشت پرده مذاکراتی در جریان است که در مذاکرات آینده اتمی آمریکا امتیازات بسیاری را به حکومت اسلامی دهد و حکومت اسلامی ظاهرا تحت همان مسئله‌ای که آقای خامنه‌ای عنوان کرد که ما در پی تولید جنگ افزار کشتار همگانی نیستیم، بساط 20% را تعطیل کند. کوتاه‌تر بگویم رابطه برقرار کنند مجدداً بعد از همه این ماجراها، بعد از 34 سال ظلم و ستمی که بر ملت ایران رفته است، گرسنگی و قحطی که به نام غنی‌سازی اورانیوم بر مردم تحمیل کردند، مردم را مجبور کردند فریاد بزنند که غنی‌سازی اورانیوم حق ماست، اما اجازه نمیدهند که بگویند یک شکم سیر، یک خانه امن، یک مملکت امن، یک چهار دیواری و اختیاری هم حق ماست. به این ترتیب و در چنین شرایطی به چه کسی میتوان اطمینان کرد؟ به چه کسی میتوان امید بخش؟ به کدامین جریان که این مملکت را از این وضعیت خطرناک فعلی نجات داد؟ میگویند خوزستان کشور الاحواز است، لرستان دنبال ساختن پرچم و قانون اساسی است، کردستان دیر زمانی است که خواب کشور کردستان را میبیند. اون وقت حکومت مرکزی در پی این است که نفوذ خود را در افریقا افزایش بدهد و یک کشوری مثل نیجریه اعلام میکند که ما جاسوسان حکومت اسلامی را در نیجریه گرفته ایم.
و یا مردم عراق فریادشان بلند است که این حکومت اسلامی است که کشور ما دولت ما را اداره میکند. آیا به واقع اینها را شما میتوانید در کنار هم قرار بدهید مثل یک پازل های کوچک و از آن میان یک تصویر ملموس و مهمتر قابل فهم و درک از آن میان بیرون بیاورید؟ سپاسگزاری میکنم از اینکه وقت گذاشتید و به این برنامه توجه کردید. این حرفا فقط درد است و درد است و درد برای سرزمینی که به چنین وضعی گرفتار آمده است. تشکر میکنم از اینکه وقت گذاشتید و به این برنامه توجه فرمودید. تا درود دیگر به شما بدرود میگم. بدرود.